بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، شيخ الإسلام رحمة الله عليه در عقيدة واسطية در ابتداء آن گفته بودند که ما الله تعالی را وصف میکنیم چگونه که الله سبحانه و تعالی خود را وصف کرده است و چگونه که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم الله تعالی را وصف کرده است گفتند و بعد یک چند آیت ها را همچون مثال ذکر کردند که در آن آیت ها الله تعالی خود را وصف کرده است، یعنی آن آیت هایی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه در عقیده واسطیه ذکر کردند آن آیت ها همچون یک مثال بود، نه همه آیت هایی که الله تعالی خود را وصف کرده است. حتی ابن القیم رحمت الله علیه میگویند که اگر آدم تأمل کند، تفکر کند، میبیند که قرآن 100 فایز درباره الله تعالی سخن کرده است. حتی آن قصه هایی که مثلا قصه ابو لهب اگر خوانید در قرآن، یعنی جزای آن انسانی که الله تعالی را دشمنی کرد، یگانه نشمارید، شرک آورد، چی شد؟ یا اینکه قصه آنهایی که گذشتند و موحد بودن یا مشرک بودن، حتی قصه های تاریخی هم دلالت به توحید میکنه. قرآن اصلا درباره الله تعالی سخن میکند و این مثال های بود. بعد شیخ الاسلام رحمت الله علیه وقتی که آیت ها را گفته شدند گفتند که کسی که اگر قرآن را تدبر کند، تأمل کند، با مقصدی راهی راست را یافتن، الله تعالی را موفق میکند، راه حق برایش کشاده میشود. گفتند همین گونه انسان نه اینکه اول اعتقاد کند و بعد دلیل کند، اول اعتقاد کند که الله تعالی در همه جا هست، در آسمان نیست، در عرش نیست، گفته اول اعتقاد کند و ثانی به همین گپش دلیل کاوی کند. نه، اول قرآن خواند، تفسیر خواند، اول آموزد، بعد اعتقاد کند. بنابراین گفتن که کدام انسانی که قرآن را تدبر کند با مقصد هدایت یافتن برای وی راه حق بیان میگردد، معلوم میشود. ثم سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، سپس در سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم جستجو کند، ببیند که پیامبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی را چگونه وصف کردند. برای اون که داناترین خلق الله تعالی نسبت الله تعالی این پیغمبرها هستند و عالمترین پیغمبرها این خاتمه پیغمبرها حضرت محمد علیه السلام هستند. ثانی به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم برگردد. گفتم چوا برای آنکه سنت تفسیر القرآن، قرآن را تفسیر میکند، تفسیر یعنی وسیع میکند، میفهماند و تبینو بیان میکنه، یعنی مجمل قرآن را بیان میکنه. الله تعالی نماز خوان میگد، نماز چی است، چگونه خوانیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند که وقتی که خواستی که نماز خوانی طهارت کن، چه خیلی که الله تعالی تو را امر کرده، سپس به قبله رو یار، سپس دستانت را برابر گوشت یا برابر کتفت مثلا بردار، سپس ثنا خوان، سپس سوره فاتحه خوان، سپس سوره زم کن، سپس مثلا رکوع کن، در رکوع سبحان ربی العظیم گو، سبح قدوس رب الملائکه و روح بگو، ثانی سمع الله لمن حمیده گو. نیست اینها در قرآن. قرآن ما را حواله به سنت کرد. و ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چیزی که پیغمبر به نزد شما آورد شما به وی عمل کنید. گفت و تو بینو، قرآن بیان، حدیث قرآن را بیان میکند. بنابراین بعضی علما گفتند که قرآن به حدیث محتاجتر است نسبت حدیث به قرآن. وقتی که این سخن در نزد امام احمد گفته شد، گفتند که من به این خیل گفتم جرأت نمیکنم، گفتم لیکن حدیث بیان کننده قرآن است، حدیث قرآن را میفهماند، تو بیینو بیان میکنه مجمل های را. الله تعالی زکات دهید گفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم تک از 40 گوسفند یک گوسفند، از 30 گاو یک گوساله یک ساله، از 5 شتر یک گوسفند، از 25 شتر یک شتر یک ساله گفته بیان کردم. و تدل علی قرآن، حدیث به قرآن دلالت میکند، یعنی چی؟
یعنی یک چیزی که قرآن امر کرده است، حدیث هم آمده همونو امر میکند، یعنی قوت میدهد. الله تعالی گفت فصلی لربک وانحر، برای راضیگی پروردگارت نماز گذار، یعنی نماز عید، و قربانی کن، قربانی کن بعد نماز عید، و این صلاتی و نسکی، نماز من، قربانی من لله رب العالمین، برای الله است. حدیث آمد پیامبر صلی الله علیه و سلم قربانی کردند، با فعلشان، با قولشان به مردم قربانی کنید گفتند، یعنی دلالت کرد. حدیث به سخنهای قرآن دلالت میکنه. قرآن مثلا دوزی را حرام کرد، حدیث هم آمده دوزی به حدیث هم همین خیلی سخن کرد که به حرام بودنی دوزی دلالت میکنه، یعنی قوت میشه. بنابراین وقتی که علما را میبینید یک مسئله را حکمش را بیان میکنن، بعد دلیل از قرآن و دلیل از سنت میبیارن، چونکه سنت دلالت به قرآن میکنه، یعنی دلالت به آن حکمی که در قرآن آمده است موافقت میکند. قرآن حرام گفت، سنت حرام میگد. قرآن واجب گفت، سنت واجب میگد. و تعبر عنه، حدیث از قرآن، یعنی قرآن رو بیان میکند. تعبر عنه، عبر یعبر، عبر اما فی نفسه. عربا میگن که عبر گوید، آن چیزی که در دلش بود همونه به زبانش آورد، یعنی که آن چیزی که در قرآن آمده است حدیث همونو میگوید، به مردم معلوم میکند. مثلا یه دختر پرسیدید که به فلانی خاندار میشوی، سکوت کرد. بله سکوتش هم بعضی ها میگن رازگیش است، لیکن وقتی که با زبانش میگوید علکی بیانتر شد، واضحتر شد. بعضی انسان ها از شما راضی هست یا راضی نیست، با از شکلش، از نگاهش، از رویش فهمیده میشه. چه خیلی که صحابه همون که اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم از یکان چیز غضب کنن، عرفنه و فی وجه، ما در روش هم میفهمیدیم. لیکن اگر همون چیزی که صحابه ها فهمیدن با پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر همون با زبانشون هم گویند، با واضح تر میشد. یعنی حدیث قرآن را بیان میکند. و عبرت عن فلان تکلمت عنه، از نام فلانچی گپ زدم. عرب ها عبرت عن فلان، وقتی گفتن که سنت از قرآن بیان میکند، یعنی گفتی قرآن را میگوید، سخن قرآن را سنت میگوید گفتن. خب واقعا سنت دویومین اصل است. ما دلیل را از قرآن میگیریم و از سنت میگیریم. الله تعالی هم ما را به این امر کرد، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر شما در یک مسئله کشاکشی کنید، جدال کنید، بین شما نافهمایی شود، پس شما او را به الله و رسول برگردانید. این کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر، اگر شما به الله و روز قیامت ایمان داشته باشید. رد کردن به الله تعالی، رجوع کردن به کتابش، یعنی بازگشت به کتابش قرآن، و رد کردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم بعدی وفاتش. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده باشه، رفته از پیامبر میپرسیدیم که یا رسول الله من این خیلی گفتم، عمر این خیلی گفت. حضرت عمر وقتی که عبی بن کعب یک قرائت کرد، عمر غضب کرد، گفتن که تو چی خوندی استادی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم این سوره رو به من قرائت کنانیدند غیری اون قرائتی که تو الان قرائت کردی. عبی گفت که من پیامبر صلی الله علیه و سلم برای من این قرآن رو تعلیم دادم. بعد دو کسا اومدن به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، حضرت عمر گفت که یا رسول الله، این عبی یک قرائتی میکند که اون قرائت رو شما به من تعلیم نداده بودید. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم اقرا یا عمر، قرائت کن ای عمر گفتن. حضرت عمر قرائت کرد، گفتن که کذالک انزلت، همین گونه نازل شده است از جانب الله تعالی. اقرا یا عبی، قرائت کن ای عبی گفتن. عبی قرائت کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم تنگی کذالک انزلت، همین گونه نازل شده است. این قرآن با هفت زبان نازل شد گفتن، یعنی با هفت لهجه ها قرائات میگن که هفت قرائتی مشهور است، هفت قرائتی صحیح، سه قرائتی شاذ است، عموماً ده قرائت است، 20 روایت، دوتگی روایت دارد، 20 روایت است. حافظ سیوطی میگن که الله تعالی
میگوید که فقر او ما تیسر منه، از قرآن به قدر امکان خواند. سیوطی گفتند که قراءتها بعشر قراءاتها بعشرون روایاتها، یعنی به قدر امکان خواند معناش با 10 قراءت و با 20 روایت خواندن است. گفتند حضرت حافظ میگوید که اش قدر است به فریاد، ار خود زسان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. مقصد 7 قرائت صحیح با 2 روایتش 14 روایت میگه. اون حافظ شیرازی قرآن حافظ بود، غیر اینکه حافظ بود با 7 قرائت و 14 روایت که میخوند. خب الله تعالی واقعا در قرآن هم گفت که قرآن سنت بیان کننده قرآن، در سوره نحل الله تعالی گفت که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه، ما به تو ذکر را نازل کردیم، یک معنیش قرآن، قرآن را نازل کردیم تا اینکه تو بیان کنی به مردم آن چیزی که به آنها نازل شده است. یعنی ما قرآن را به تو نازل کردیم تا اینکه تو قرآن را به مردم فهمانی. یعنی قرآن به همه فهمانی است، همه نمی فهمد. هست آیت هایی که همه می فهمد. الله تعالی ماد که و عبدو الله و لا تشریکو بهی شیئن، با الله تعالی را عبادت کنید، یگانه پرستش کنید، با الله تعالی چیزیش را شریک نبیارید، و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کنید. این همه میفهمند، لیکن هست آیات هایی که عالم ها میفهمند، یا آیا فلان مسئله زیر همین آیات میدراید یا نمیدراید، همه نمیفهمند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم وظیفه دار بودند که قرآن را بیان کنند. وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. رسول النساء الله تعالى مدكي الله تعالى برويته هم قرآن را نازل كت هم حكمت را نازل كت. حكمت يعني سنت است. بنابراین شيخ الاسلام رحمة الله عليه گفتن كي سپس ما الله تعالى را وصف میکنیم با اون وصفهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وصف کردن، چون قرآن را حدیث وصف بیان میکند، تفسیر میکند و دلالت به آن چیزی که در قرآن آمده است دلالت میکند و قرآن را بیان میکند. و ما وصف الرسول به رب من الاحادیث الصحاح، و آن وصفی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پروردگارش را وصف کرده است، من الاحادیث الصحاح، در حدیث های صحاح، صحاح جمع کلمه صحیح، حدیث های صحیح، تعریف حدیث صحیح میدونید، ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل و سلم من الشذوذ والعله القادحه، 5 شرط دارد. آن حدیثی که شخصان عادل روایت میکند، ضابط ذهنش به درجه عالی است، حفظش با قوت است، با سند متصل پیوست، کنده شوی ندارد، و حدیث از شاذیت و از علت قادحه سلامت مانده باشد، که در شرح مصطلح الحدیث اینه میابید که ما یک درسی کامل در باره حدیث صحیح شهر داده گستیم. خب آن حدیث های صحیح که در آن حدیث های صحیح، منظور از این که علاقه حدیث های ضعیف بیرون برامد، ما الله تعالی رو با واسطه حدیث های ضعیف نمیشناسیم، باید با حدیث صحیح شناسیم. بنابراین مصطلح الحدیث لازم ببینید شما برای دانستن علم عقیده و مصطلح الحدیث محتاج هستید. برای چی؟ برای اینکه در حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی را چگونه وصف کرده باشه، ما باید همون گونه وصف کنیم. التي تلقا اهل المعرفه بالقبول، اون حدیث های صحیح که اهل معرفت قبول کرده باشن، یعنی اهل حدیث قبول کرده باشن. یکان عالم نحو اومده این حدیث صحیح گفته باشه، قبول نیست گپی عالم نحو. یعنی باید اینجا سخن اهل حدیث گرفته شود، اهل شأن، متخصص های علم حدیث باید سخن اهل قبول است در این مسئله، در تصحیح و تضعیف، یعنی صحیح گفتن و ضعیف گفتن. وجب الایمان بها كذلك، آن حدیث های صحیحی که در آن پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی را وصف کردن، ایمان آوردن واجب است. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که الله تعالی رو صفت کردن، وصف کردن، حدیث که صحیح است برای ما واجب است که ما باید همون اعتقاد رو کنیم. مثل قوله صلی الله علیه و سلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسالوني فاعطيه ومن يستغفرني فاغفر له
متفقون علیه، مثل قول پیامبر صلی الله علیه وسلم که الله تعالی پروردگار ما به آسمان دنیا، آسمان دنیا نه همین آسمانی که ما با چشم میبینیم، اما آسمان دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم ما نمیبینیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم دیدن برآمدند و بعضی پیامبرها دیدن، لیکن دیگر انسان ها نمیتونند براید، برای آنکه بین آسمان یکم و آسمان زمین 500 سالینه راه است، مسافه دور است، مخلوق نمیتوند رفته. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم هم رفتند، جبریل اجازت پرسید که ما از پاسبان های آسمان اول کشا گفت کی هستی؟ گفتن جبریل. کی هست همراه؟ گفتن پیامبر صلی الله علیه وسلم، حضرت محمد هست همراه هم. بعد برایشان کشاد. خب پروردگار ما به آسمان دنیا، دنیا از کلمه نزدیک گرفته، دنو و نزدیک، برای اینکه این به ما نزدیک است، این آسمان به ما نزدیک است و از همه محیده ترین آسمان همین است. با وجود همین ببینید که آفتابی که از زمین اینقدر بزرگ است و زمین در نزد آفتاب مثل سیب در زمین است، اونقدر آفتابی کلان در پیش آسمان چیگونه است. با آسمان هم این یک جایی که چشم شما قدرتی دیدن دارد. این آسمان به نهایت مخلوق عظیم است و این آسمان هر روز با هر دقیقه وسیع میشد. الله تعالی میگه که ما آسمان رو آفریده و این لموسعون، و ما آسمان رو هر روز وسیع میکنیم. خیلی آسمان وسیع شدن میگره تا قیامت. بنابراین از همه سوگندی بسیاری که الله تعالی قسم خورده است در قرآن به آسمان است، و السماء و ما بناها، قسم به آسمان و قسم به آن ذاتی که آسمان را آفرید است. چندی مراتب میگه که شما به آسمان نظر کنید، فرجع البصر، با چشم دوباره نگاه کن، هل ترا من فطور، آیا در آسمان یگان عیب میابی؟ مقصد واقعا آسمان از همه بزرگترین مخلوقی که انسان با چشمش میبیند. عرش بزرگترین مخلوق است لیکن ما نمیبینیم. آسمان دوم بزرگتر است از آسمان یکم، ما نمیبینیم. یگانه مخلوق عظیمترینی که ما میبینیم آسمان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله تعالی با آسمان دنیا میفراید، یعنی این فرامدنی الله تعالی خاص، صفتی خاصی الله تعالی هست، با فرامدنی مخلوقا مانند نیست. این حدیث شیخ الاسلام تیمیه رحمت الله علیه آورد، این حدیث در صحیح بخاری مسلم است. ابن بطوطه خیلی گفتیم به شیخ الاسلام تیمیه در سفر رحلتش به سوی دمشق تهمت میکند، میگوید که شیخ الاسلام تیمیه را دیدم، خیلی شیخ الاسلام کنه میگوید. اصلا بعضی عالم ها گفتن که، بعضی برادر ها گفتن که همین شیخ الاسلام گفتن از ابن تیمیه را دلی آدم را میرنجاند گفتن. امام حافظ ابن حجر در مدرسه شیخ الاسلام به وایه نرسیدن، یعنی در عقیده شیخ الاسلام 100% نیستن حافظ ابن حجر. لیکن در مسئله که یک وقتی کسی گفت که کسی اگر ابن تیمیه را شیخ الاسلام گفت کافر است، گفت زیاده از 30 نفر یا 60 نفر از بخاطرم رد زدن، یعنی کسی که ابن تیمیه را شیخ الاسلام میگفت کافر نمیشد، گفته رد زدن، از جمله حافظ ابن حجر. گفتن که واقعا شیخ الاسلام تیمیه شیخون فی الاسلام است، شیخ در اسلام است. اگر یگان عملی نمیکرد غیر همین ابن القیم رو تربیه میکرد، او شیخ البلقب شیخ الاسلام سزاوار بود. بعضی میگن که اگر هیچ کار نمیکرد، یک کتاب منهاج السنه میخوان، بلقب شیخ الاسلام سزاوار میشد. شما منهاج السنه خوانید یا دل خواه کتابوی شیخ الاسلام خوانید، کتاب دیگر کسا خوانید، محتوایی که کتاب دارد یا آدمی عادل، یعنی منهاج السنه یک کافر تحقیق کرده است. تحقیق یعنی چی؟ یک کتابی مخطوطات میگیری دست نویسه، همون اول حروفش میچینید به کامپیوتر که کتاب به چاپ تیار میشد، بعد عباره‌هاش درست میکنید، میخوانید همون چیزه، دیگر نسخه ها که قیاس میکنید و همون صحیح کرده حاشیه ها میمونید، مقصد یگان ایلاوه ها میکنید، مینویسید. همین یه آدمی کافر کردگی است. به شیخ الاسلام بسیار ثنای بزرگ میگوید که علمی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه دارند. بنابراین حتی بدر الدین عینی، مذهبش حنفی هست، صاحب کتاب عمدة القاری، شرح صحیح البخاری، و هم رد میزند، میگه کسی شیخ الاسلام تعمیر شیخ الاسلام گفت کافر نمیشد، گفته
خلاصه مقصد این است که دشمنانشان ابن تیمیه میگفت، شیخ الاسلام نمیگفت البته. خب ابن بطوطه میگفت که ابن تیمیه رو دیدم در مسجد دمشق در روز جمعه خطبه جمعه میخواند، در بالای سیوم منبر بود، گفت که پروردگار ما نازل میشود، کنوزولی هاده مانند این فرامدن ایمان گفته یک زینه از بالای منبر فرامد میگفت و این دروغی محض است برای اینکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله در حیاتشون یگان مراتب خطبه جمعه خواندگی نیستند، برای اینکه امام خطیب نبودند، رسمی امام خطیب نبودند در یگانجا، برای اینکه دشمن ها همیشه به سلطان های و به پادشاه ها تنقید میکرد و امیران و پادشاه ها به شیخ الاسلام وظیفه نمیداد و شیخ الاسلام حاجت به وظیفه نداشتند و وظیفه را طلب هم نمیکردند. حالا همین وظیفه ها را اصلاش پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدن کسی که وظیفه رو طلب کند الله تعالی یاردم نمیدهد، یعنی منصب یا وظیفه طلب کنید، من امام خطیب کن، من قاضی کن، من مفتی ما گفته اگر به امیرها رشوه دهید یا به نزدیکانش رشوه دهید یا به دیگر یار دوستان که من وظیفه گرانته الله تعالی یاری نمیدهد. یک آدم اومده یا رسول الله من را هم رئیس شهر مانید، چه خیلی که فلانی را رئیس شهر مانید، امیر شهر تعیین کردید، گفتن که ما این وظیفه با هم کسی که طلب میکند نمیدهیم. گفتن کسی که این وظیفه طلب کند یاری داده نمیشد از جانب الله تعالی. من ببینید حال آنهایی که همه وظیفه میخرن جامعه را به کدام حالت آورده رسانیدن، همه وظیفه پول به فروخته شده است، پسترین وظیفه ها هم نرخ دارد، نعوذ بالله. چی جامعه به دنیا آمد پیدا شد؟ ما این وظیفه رو نمیدهیم برای آن آدمی که طلب میکنن. سبحان الله، یک عالم وقتی که امام مسجد قبا تعیین میشد، مسجد قبا مسجد صاحب فضل و شرف اصلا، مسجد اسس من اول یوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. الله تعالی به مسجد قبا ثنا گفت. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند، اولین کاری که کردند در قبا مسجد قبا را ساختند. مسجد قبا فضل و مرتبه دارد. یک عالم و مسجد قبا امام تعیین میشد، امام خطیب تعیین میشد. در یک برنامه راوی برنامه میپرسد که همین چخل شد، مقصد من چخل شما با آنجا امام تعیین شدید؟ گفت که خیلی مکتوب آمد که تو امام مسجد قبا شدی، بعد چیکار کردی؟ گفت خیلی خسته سجده کردم برای اون که این منصبی پیغمبر است، اصلا امامتی کردم، یعنی این منصبی جلیل است، مادومی که یعنی به حقش اجرا کنید، طلب کرده که نباشه، پاره داده امام خطیب شده که نباشید، خوب است علم داشته باشید، سزاوار باشید، این نعمت است از جانب الله تعالی. و جعلنا للمتقین اماما، بنده های نیکی خدا دعا میکنن که ما را به سخصانی به تقوا امام گردان، یعنی امامی نه فقط مسجد و نماز، امام در همه عملها پیشوا گردان. من سجده کردم، گفتم من، گفتن چی خیل شد؟ گفتن که امینجا یک سخنی عجایب گفت، من امامتی و وظیفه رو حتی از الله تعالی هم نپرسیدم. برای چی؟ برای اینکه عمومی قول پیامبر صلی الله علیه وسلم دلالت میکند که کسی این وظیفه رو طلب کند الله تعالی یاری نمیدهد، نگفته است که از کی طلب کند. بنابراین من مطلقا گفتم آلیم از الله تعالی هم وظیفه نپرسیدم، منصب از خلقش هم نپرسیدم. سبحان الله، اشتیاد یعنی عجیب. از الله تعالی هم نپرسیدم وظیفه، از الله تعالی پرسید. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. گوید اون دعاهایی که اومد از بگوید که منصب نپرسیدم نگار، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی پرسد یاری داده نمی شود. خلاصه شیخ الاسلام تیمیه منصب نداشتند، وظیفه نداشتند و گفتند که المنصب والولایات لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا. منصب و وظیفه های عالمی که عالم نیست، آدمی که عالم و مجتهد نیست، عالم و مجتهد نمیدونه. یه آدمی به سواد گریم و امروز مفتی مونه و معنی اینو ندارد که عالم بوده است. منصب و عالم نمی کنند، برای عالم شدن محنت کردن، بگذار منصب ندارد لیکن علم داشته باشد.
این ابن بطوطه میگوید که ابن تیمیه رو دیدم که در مسجد اموی، مسجدی بزرگترین که هزارها سال پیشتر ساخته شده است و حاضر هم وجود دارد، در همون مسجد در روز جمعه برآمد میکند. میگوید اولش اینکه شیخ الاسلام رحمت الله علیه یگان مراتبه خطبه جمعه امامتی کردگی نیستند، دومش اینکه وقتی که ابن بطوطه وارد دمشق شد، شیخ الاسلام تیمیه رحمت الله علیه در زندان قلعه قرار داشتند، یعنی در محبس بودند. شخل او شخصی که در محبس است و مردم جمعه میخونند، این تهمتی محض بود و هیچ جا شیخ الاسلام نمیگم که نزولی کنوز نزولی الله تعالی کنوزولی هادا مانند نازل شوی ما، این مشبهه ها این خیر میگه شیخ الاسلام مشبهه نیستن، مجسمه نیستن چه خیلی که انسان ها تهمت میکنن، بلکه شیخ الاسلام اون چیزی که در قرآن و سنت آمده است همون خودش میگن، تشبیه نمیکنن با الله تعالی، جسم اثبات نمیکنن، صفات های الله تعالی رو به صفات های بنده ها مانند نمیکنن. الله تعالی به آسمان دنیا نازل میشد هر شب وقتی که سیه که آخری شب باقی میموند، شب به سه تقسیم کنید، بعد از آن شام تا از آن بام داده چند ساعتی که باشد، سیه که آخرش همون وقتی که الله تعالی میفراید، فرامدنی که به عظمت و جلالت و بزرگی الله تعالی لایق است، فرامدنی الله تعالی به فرامدنی بنده ها مانند. اصلی آنهایی که این حدیث ها رو انکار کردن، حدیث در بخاری مسلم است، حدیثی صحیح از غباری ندارد. اصلی آنهایی که انکار کردن این گونه حدیث ها را، الله تعالی را به خلق اول مانند کردن، گفتن که الله تعالی اگر به آسمان دنیا فراید عرش خالی میماند کو، حالان که الله تعالی در باره عرش است چی میشه دین؟ بعد زمین که دایره شکل هست، الله تعالی مثلا سیه که شبی اروپا از سیه که شبی آسیا فرق دارد، کشورها حتی روسیه میند از جهتی کلانش بینی ها در بعضی جاهاش بامداد است، در بعضی جاهاش خفتن است، فرق میکند. مقصد چه خیل این خیل باشد، الله تعالی 24 ساعت در آسمان دنیا هست، همه این چیزا از کجا پیدا شد؟ وقتی که الله تعالی رو به مخلوق مانند کرد، الله تعالی میگوید که لیس کمثله شیء، مانند الله تعالی چیزی نیست، ولم یکن له کفوا احد، چیزی با الله تعالی برابر نیست. الله تعالی هر سیه که شب میفروید عرش از الله تعالی خالی نمیماند، این است الله تعالی بودنش. برای اینکه اگر عرش از الله تعالی خالی ماند، الله تعالی هم مثل مخلوق میشد. بنابراین الله تعالی ذاتی است که اون صفات هایی که الله تعالی دارد مخلوق ها ندارند. خلاصه سه یکی شب آخر میبره، من یدعونی فاستجیب لکی، مرا عبادت میکند، من عبادت او را قبول میکنم. دعا دو خیر میشد، دعای طلب و دعای عبادت. دعای عبادت چی است؟ وقتی که شما سبحان الله گفتید، اینم دعا هست، یعنی شما وقتی که استغفر الله گفتید، این دعای مسئلت است، شما از الله تعالی یک چی پرسیدید، پروردگار و گناهی مرا مغفرت کن، این دعای مسئلت است. وقتی که سبحان الله گفتید، این دعای عبادت است. دعای عبادت چی؟ دعای عبادت هم مسئلت است، فقط با زبان حال نه با زبان مقال. مقصودتون چی بود؟ از سبحان الله، الله تعالی پاک است گفتید، با این کلمه شما میخواهید به الله تعالی نزدیک شوید، میخواهید الله تعالی شما رو دوست دارد، میخواهید الله تعالی شما اجر دید، میخواهید الله تعالی شما رو طلب و درخواستانتون رو دید، شما رو خوشبخت کند، موفق کند، یعنی اینم دعا هست. من یدعونی، کی مرا عبادت میکنه؟ دعا در لغت پیامبر صلی الله علیه و آله میگه الدعاء هو العباده، دعا این عبادت است. کی مرا عبادت میکند، فاستجیب لما عبادتی او را به درگاهم قبول میکنم. و من یسالونی فاعطیه، کی از من چیز میپرسد؟ علم، رزق، هدایت، راهی راست، فرزند، زن، شوهر، کی چی میپرسد از من؟ من میدهم، میگویم وعده داده شده است. و من یستغفرونی فاغفر له، کی از من مغفرت میپرسد؟ من گناهی او رو مغفرت میکنم. ببینید آنهایی که این حدیث رو تعویل میکنم، میگن که الله تعالی نمیفراید سیه یکی شبی آخر، فرشته میفراید. فرشته فرامده همیخه میگد کی مرا عبادت میکند، من قبول میکنم،
کی از من یگان چی میپرسد؟ من میدیهم. کی از من به گناهش مغفرت میپرسد؟ من گناهش رو مغفرت میکنم. مگر فرشته همی خیمه گد؟ متفقون علیه. متفقون علیه یعنی چی؟ بخاری و مسلم در روایت این حدیث اتفاق کردن. اعلی صحیحی ما علیه اتفقا. عالی ترین حدیث صحیح آن حدیثی که امام بخاری و مسلم در روایت آن اتفاق کردن. یعنی هم بخاری روایت کرده در صحیح بخاری هم مسلم. بعد این سنی آن حدیثی که بخاری روایت کرده است و مسلم نه. فقط در بخاری است. بعد این سنی آن حدیثی که مسلم روایت کرده است و بخاری نه. خب. این حدیث درباره صفت نزول بود. این حدیث دلالت میکنه که الله تعالی نازل میشد نه به مانند نازل شوی مخلوق ها. ما نمیدونیم کیفیت نازل شدنش را. الله تعالی نازل میشد این معلوم است، برای اینکه در قرآن هم خبر داده است، در حدیث هم خبر داده است که الله تعالی نازل میشد، لیکن کیفیتش را نگفته است. چگونه نازل میشد نگفته است، کیفیتش مجهول است، نزولش معلوم است. ایمان آوردن به نزول الله تعالی واجب است، سوال کردن که چگونه نازل میشد بدعت است. و این حدیث دلالت میکنه که الله تعالی در آسمان است، در بالا است. مادامی که به آسمان دنیا فرایت، اصلا جایش در بالا است. خب و قوله صلی الله علیه و سلم لله اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم براحلته الحديثه متفق علیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث گفتند که الله تعالی خرسندتر می شود از آن شخصی که توبه کرده است و گناهش خرسندتر. این حدیث اصلا حدیثی دراز است. من احدیکم، از یکی شما که، من احدیکم براحلته، با راحلش یعنی با شتور و اسبش در یک سفری بود و الحدیث گفتند. الحدیث یعنی الی آخر الحدیث، یک معناش یک معناش الحدیث یعنی اقرائی الحدیث، حدیث تا آخرش خان. متفق علیه، این حدیث هم در صحیح بخاری مسلم است. اصل این حدیث چی خیلی است؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که یک آدم شتورش را در بیابون گم میکند. بیابون جایی که از این طرفش چولی قزاقستان هست، همونجا بسیار آدم ها وفات کرده گز در زمستان ها علال خصوص، یعنی یخ کردگی است. بیابان اگر زاد انسان، توشه انسان تمام شود یا راحلش نباشد، مرکبش نباشد، اسبش نباشد، شتورش نباشد، احتمال است که نمی براید به ساحل و بیرون نبر آمده وفات میکند. یک انسان پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند که آمد به زیر یک درخت، فر آمد از شتورش و به پشت خواب کرد، کمتر خوابش برد که میخیزد که شتورش نیست و همه آب و طعامش در بالای شتورش بود. بعد دیدند که تمام اطراف دید هموار نیست شتور، هموار، هموار بی نهایت، بیابانی هموار که مقصد چندین کیلومترها را دیده میشه. اگر داویده را آدم شتورش به کدام طرف میرد؟ رفت و به طرفی مشرق رود، شتور در طرفی مغرب رفته باشد، درستر دور میشه در شتورش. به مغرب رود، شاید شتور به مشرق رفته است. جنوب، شرق، کجا رود؟ شتور به چشم نمی نماید. بعد ناامید شد. ناامید شد هم از شتور و هم از حیات دنیا. گفت که دیگه اکنون تمام، از این دنیا وفات میکنم. گفت و به همون زیر درخت آمد و به پشت خواب کرد. به جای اینکه خود را به چهار طرف زده مونده کرده بر وقتر به یک مشقت وفات کردن، همینجا وفات میکنم. گفت و به پشت خواب رفت، چشمانش را پوشید. یه وقته شد که یک از جاش میخیزد که شتورش در پیشش ایستاده است. از خرسندیش از جایش دوید، خیست و از نقطه شتورش قپید و با آسمان نگاه کرد و گفت که اللهم انت عبدی و انا ربک، پروردگارا تو بنده من و من پروردگاری تو هستم. اخطا من شدت الفرحی، پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه از شدت خرسندی خطا کرد.
خطا کرده، گفت که پروردگار تو بنده ای من، من پروردگاری تو، گفت به جای اینکه گوید که من بنده ای توی تو پروردگاری من گوید. آیا ما همینه تکفیر میکنیم یا نه؟ کی میگوید؟ آخر خطا کرد. این دلالت میکند که تکفیر شرط و شروط دارد. یکی از شرطاش یک آدم استاد سوال، یک آدم گفته است که پروردگار تو بنده ای من، من خدای تو، گفته است حکمش چی است؟ تمام و کافر. آخر این خطا کرده است. اخطأ من شدت الفرحی، یعنی قصدن نگفته است. این دلالت میکند که یعنی تکفیر کردن شرط و شروط داشته است. هفت شرط دارد. یکتش یعنی خطا نباشد، یعنی خطاگی زبان، اون قلب با قلبش نگفته است. یا که چه خیلی یکی از شرطاش مکره نباشد. الا من اکریه و قلبه مطمئن بالایمان. الله تعالی که مگر آن کسی کافر نمیشد که اکریه، مجبور کرده شد به گفتن سخن کفر و قلبه مطمئن بالایمان، قلبش پر از ایمان است. زبانه که هبل علا گفت، هبل بزرگ است گفت، الله بزرگ نه، هبل بزرگ است گفت، لیکن قلبش پر از ایمانی به الله تعالی است. از ذبی مجبوران برای کشته نشدن همین گپه گوید. الله تعالی گفت که کافر نمیشد. الا من شرح بالکفر صدرا، لیکن آن آدمی که، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، آن آدمی که به کفر دلش کشاید، یعنی با قلبش همون گپه گوید، باید سانی کافر میشد. خلاصه همین بنده به نهایت خرسند شد. خرسند شدن این لذت قلب است. خرسندی لذت قلب است، یعنی بی نهایت خرسند شد. این حدیث رو پیامبر صلی الله علیه و آله چه مثال آوردن، گفتن که اگر بنده ای الله به گناهش توبه کند، الله تعالی از همه آدمی که شطورش یافته خرسند شد کو، از وی دیده خرسندتر میشد. چی گونه ما اینه گوییم که نه الله تعالی خرسند نمیشد گوییم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که الله تعالی خرسندتر میشه دعوای آدم ها. لیکن ما میدونیم که خرسندی الله تعالی به خرسندی این بنده مانند نیست و الله تعالی به این خرسندی حاجت هم ندارد. الله تعالی خرسند میشه گفتن پیامبر صلی الله علیه و آله. همین گونه ما هم تفسیر میکنیم. خب ان شاء الله باقی مانده حدیث ها رو در درس آینده انشاءالله شرح و معنا میگویم. الله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.